به نام خداوند جان و خرد. سلام عزیزان و دوستداران برنامه بانو، خرسند هستیم که باز هم در خدمت شما عزیزا قرار داریم. وقت نشر برنامه شما عزیزا فرا رسیده و خواهیم که مشکل می داشته باشن میتونن امیل ادا با 8656 از هر شبکه مخابراتی که در دسترستان است به 8656 فقط 8656 دایل بکنین و همچنان پیام های 456. ببینید دوستان عزیز، فرق بین 86 و 56 و 456 زیاد است. بسیاری از خواهرایی که به 456 در جریان برنامه زنگ میزنن و بسیار بله بله میگن، بله میشنن آواز ما را، ما میخواییم با برنامه بانو ما را وصل بکنین. شما در جریان برنامه همین لحظه فقط 456 را دایل نکنین، در این جریان فقط 86-56 را دایل بکنین، شما را وصل میکنن با استودیوی برنامه بانو. ولی بعدش وقتی که یاد جریان برنامه شما نتونستین که با تماس بگیرین، میتونین به 456 هر وقت و زمان خواسته باشین، شب باشه روز باشه، فقط به 456 زنگ بزنین، کلید 1632 فشار بدین و پیامتون رو بگذارین. و یک موضوع هست، کوشش بکنین که یکم بار مشرتر اگر صحبت بکنین، مشرت به این معنی که مشکلتون رو درست بگوین. مثلا یک بار گفته در 456، خب این موضوع شب من براتون بعدا میگم. یک بار ما امیل از روی خط تلفن است میشنم. خوار بفرمایید. سلام علیکم. بله خوار. خب تماشان قطع شد و موضوع 456 براتون گفتم، میگم که اما خوار گفته که من دست شویم بسیار زیاد به عذاب هستم، همیشه لطکوب، همیشه توهین، همیشه تحقیر و دشنام میده. بس اینم قدر گفته. یعنی اگر این با این قدر موضوع که مشکل است که من بتونم یک مشوره درست برای شما تقدیم بکنم تا که بتونیم که یک راه حل در این زمینه پیدا بکنیم، بهترین راه این است که کوشش بکنیم که همین موضوع را یک اندازه واضح‌تر اگر صحبت بکنین و مثلا که چقدر وقت از ازدواجتان میشه، مشکل در کجا ایجاد شده، چرا شوهرتان با شما اینطور رفتار میکنه، بانجویی‌هایشان علتش چیست، اینی مسائل به خاطر گفتم که بتونیم که یک مشوره خوب و سودمند بر شما تقدیم بکنیم. تا وقتی که تماس های شما دوستا رو میداشته باشیم، میریم ما یک پیام که از طریق 456 موصلت کرده. یک خواهر ما گفته که یک مدت شما نگفته که چقدر مدت شده، گفته من نامزد شدیم و از زبان بسیاری کسا حتی گفته برای من زنگ زدن و برای من میگن که نامزدت انسان خوب نیست و با کسای دیگه هم ارتباط داره. و هر جمله کسایی که گفته برای من زنگ زده، یکی هم دوتاش دخترها بوده. ببینین یک تماس هم میگیریم، باز حرفایی با شما دارم. خواهر بفرمایین. بله فرمایین. بله سلام علیکم، خوش آمدید، بفرمایید. تشکر. شما خوب هستید؟ تشکر، زنده باشید، بفرمایید. من باید نامزد مشکل دارم. خب، تماس از این خواهر قطع شد. به ارتباط مشکل از این خواهر که گفتن که نامزدشان بالای نامزد خود شک کردم و اونا را هم دقیقا به چشم خود ندیدن. یک موضوعی که ما در جامعه خود داریم، بسیاری انسان‌های هرزه، خب بسیاری نمیگیم، یک عده قلیلی هستن که بسیار انسان‌های خیله، هرزه، انسان‌هایی هستن که اصلاً تربیه فامیل ندارن و فقط و فقط هدفشان در جامعه همی است که چطور بین یک دو نفر جدایی را ایجاد بکنن، بین دو نفر یک فتنه انگیزی بکنن و کوشش بکنن روابط یک دو نفر خراب بسازن. ولی هستن انسان های خوب هم که کوشش میکنن که برای یک انسان خدمتشان برسه، ولی متاسفانه حرفای از اونا رو یا کسم میشن و یا این انسان ها یک عده هستن که فقط و فقط ما هم نمیفهم که هدف از اونا چی است. حالا شما برشان بگین که آیا امو ضرورت از امو انسانه که بر شما زنگ میزنن و بر شما میگن که مثلا شما نامزدتون با کس دیگه ارتباط داره، چنان چنینه، امی چی هدف در قبال دارن و دلسوزی از اینا بر شما به چی منظور است. ولی اگر ای گب نباشد، چی ضرورتش است که بر شما زنگ بزنه؟ پس ای به این معناست که در قبال از این موضوع حرفای وجود داره، یا عقده از نامزدتان اونا بدل گرفتن، یا ای که خصوصا دخترهایی که بر شما زنگ میزنن حتما
اما مطمئنن که نامزد شما هیچ با اونا هیچ گونه ارتباط ندارن و ای که شماری شما را از کجا پیدا کردن، چطور با شما تماس گرفتن، ای یک موضوعی است. ببینید یک شاعر میگه بسا انسان ابلیس رو که هست، پس به هر دست نباید داد دست. ای یک مشکل بسیار عمده است در جامعه ما که افراد و اشخاص وجود داره که فقط و فقط من نمیفهم که در چی هدفش از این در قبال ازی، خب بده این معلوم است شاید کدام حرفایی باشه، ولی بظاهر بسیار دوست هستن، بظاهر خود دوست نشان میتن، ولی در باطن به هیچ وجه دوست نمی باشن و فقط و فقط بر شکل است و دشمنی خود را تبارز میتن. این در اسلام به نام این بسیار بد گفته دین مقدس اسلام و اینا را به نام کسایی که هستن که اینا ضررشان از کافر هم بدین زیادتر میرسه و در وقت حضور علیه السلام همچو اشخاص بدن منافقین میگفتن و یا منافق هستن. هر کسی که بر ظاهر به چهره یک شکل باشه ولی در باطن شکل دیگه باشه، این انسانای خوب نمیباشه. آمدیم سر موضوع شما. حالا وقتی که شما این گپ میبینین، ما شما یک ضرب المثل داریم پیش مردم عام ما، میگه بینی تا پشک برد، میگه پشت پشک نده و یک بار بینی تا بی که به جایش هست یا نه. حالا هر کس هر چیز میگه، شما خودتان بار بکنین که امروز وقت است که با گفته همون شاعری که میگه آنقدر گرم از بازار مکافات عمل دیده اگر بینا بود، هر روز روز معشر است. امروز روز است که یک نفر یک کس را به یک موضوع را بگه، وقت امون که میگه روی کاغذ تو خواندی پیش شما خواندیم، امیر انسان وقت خودش درک میکنه. پس شما هم باید با این مسائل رابطتان با نامزدتان خراب نسازین. یک تماس داریم، خواهر بفرمایید. بفرمایید. یک کم بلند صحبت بکنیم. بفرمایید. بفرمایید. نکست ما یک مشکل داشتم. بفرمایید. بسال میشه که نامزد بگم. بله. متاسفانه امروز تماس ها قطع میشه، نمیفهمم که مشکل در کجاست. بر صورت از خواهرای عزیزم تقاضا میکنیم که یک وقتی که تماسشان رخ میشه یک کم زودتر صحبت بکنن، به خاطر که یعنی بار سیم است که تماس ما قطع میشه. خب یک خواهر دیگه ما، یک مادر بسیار دردیده از روزگار بسیار شکایت کردن و گفتن 5 تا یتیم دارم، شوهرم فوت کرده، شوهرم در یک حادثه‌ای که از این موضوع انتحاری بود گفتن اونا شهید شدن و گفتن حال روزگار ما بسیار زیاد خراب است، از همه چیز نالیدن و بسیار زیاد صحبت هم کردن و ما هم زیاد جگرخون شدم. خب حرفای با این خوار داریم، یک خوار ما روی خط تلفن است. خوار بفرمایید. بله بفرمایید خوار. سلام علیکم. بله دکتر صاحب، یک بله. مشکل دارم، مشکل خانوادگی که یک شوهرم بود، یک 3-4 سال پیش بسیار پیسه، اول بسیار روزگار خراب شد، تیر کردم، بسیار غریب و تریشان بود. وقتی که زن گرفت مرا روان که عربستان، بعد از او که من اینجا آمدم زن گرفت زنش مطمئن چی حساب شد، شیرنی خوری کرد، اگر که زن خودت وقت نامزاتی کرد، ایلا کرد. بعد از او که شد، بعد از ایلا کردن دیگه سرمه بسیار روزای تل خورد تو زن مرد، تاویز کردی و کردی و کردی، اولاد من نشناخت، پیسه پیدا میکنه سر مردم میخورانه، هیچ اولاد خانه هیچ چیز را نمیشناخت. زگر زن میگه خط تا میتم طلاق تا میتم دیخی امراش بسیار پریشان است. من 8 اولاد دارم، اولادم کلان جوان، دخترم بچیم، ایران مانیم که تزی دکتر سبچی رقم کنم. اینم پیسه پیدا میکنه مثل چیک میارن اینجا 4-5 دو تا اسکر برخود نگاه کن سرمو بته بخورن ساز بیار ساتیلی که هیچ مره نمیشناسه. بخی یک بچه که من ایوام دارم، خوب میگم از کجا برم یه اولاده ما برکی لابه تو مهران ماندیم دکتر سی. خب آره گناه شما چی هست که از خانم خود جدا شد؟ دکتر سی بید نمیفهمم چی میخوری که آره شما گرفت نیه مرار. خب عروسی نکردن؟ بسیار که دکتر سی من عربستان دارم که من به دخترک مفما بود که من از سینیم جدا کرد رفتم. از اینجا که آمدم ایزن گرفت شیر میخوری کرد. بعد از او که می نامزاتی کرد ایت مره نشناخت. بعد از او که مچم دوه امشان چی شد چرا قم شد گفت او را که فقص نامزاتی کرد. بعد از او دیگه مره در 3-4 ساله قسم کرده که بیخی دیگه زندگی مره بسیار خراب هم. یکی دو بگویم اگه خط تا میتم برو طلاق تا میتم. اینال دکتر سب یک مشکل دیگه هم، یک خانه قواله شرعی بنام هم است،
یک تجار پیسی از تجار گرفته بود، تجار آمد در زمستان، بسیار زمستان سرق بود که نمه قدر بر بود. شب آمد من از خانه پایین کرد، گفت برای یک شب پایین شو، اگر سبا شد در خانه ات نامدی باز مره چکی میگی. من از خانه کشیده این هشت ماه میشه که من در خانه دیگر رفته، مالم زندگیم کل چیزم در خانه مانده. و تجار از کرای خدا ارده در خانه هم دکتر قوالان به نام هم هست، حالی چیز کرده نمیتونم دکتر سوی برمه دیگه مشکل ما چیز که که چیز شوالتان چطور چیز نگفته برزونا؟ دکتر سوی بازو قصدار بود نولک دالر و آمد خانه ما را گفته رمیال در خانه ماسکرات مرا نمیمانه که برم یا چیز خانه هم قواله بنام هم هست که چیز سرم خانه یک مشکل میگم که تو خانه را خانه ما تو کلی کل چیز محمد مانده در مخانه میگه بر خط تا میتونم طلاق تا میتونم این ایران ماندیم دکتر سیف کرد از ایچ دور کنم. غیر از خانه خود شورتان کدام خانه دیگه هم دارن؟ دکتر سیف خانه نه دیگه خانه نداره، همون خانه بود که بر شما خریده بودن؟ بله منزل خوب تعمیر از دم تعمیر منفر به زور خود آمده گرفته این هفت ماه شد که من از خانه ام کشیده این همه تا شتگدار بسیار مشکل از دیگه بسیار جگرخون هستم دکتر صاحب ایران ماندیم که تزید چه کنم. شما به قانون مراجعه نکردین؟ نه دکتر صاحب میگه اگر تو در قانون چی کنی من تا رو خط تا نیتم اینه ما همه چایی رو اگر قوال شرعی هم بنام هست. بچه کلان تا چند سال هست؟ 16 سال هست. خب تشکر خواهر دکتر صاحب که بچه مشکل داره تا که غرض میگیره بچه ما ای درای دخصی اولاد نیست که اولاد ما چی میکنه چی میخوانه چی ده ایت برای غیر نمیجا از کاری رو برای من نگاه کرده یک چند وقت در زیبان رئیس بود و نمجا حیات خیرداری بود و نمجا یک چند تا اسکر پیدا میکنه سرم با میخورن گفت زدم که اتمه اینه مرم میگه برو خط تا میتم ایران مالی کچی کرو. خب تشکر خوار از خوره عزیز یک چیز تقاضا دارم. بعضا مسائل بین زن و شوهر میباشن، خب مشکلش درست است ما میشنویم بعد گوش میکنیم یک رای حل را پیدا بکنیم، ولی گفتن جای یک کسی که در کجا چی کاره بود و چنان بود و چنان بود، امیر لطفا همین مسائل کوشش بکنین که امو حد گرمت یک انسان را نکنین. هر چیزی که باشه، هر گپی که باشه، گفتن از این موضوع یا آدرس دادن که فلانه جای این کاره بود این تو کاره بود، چون برنامه ما هم لایف است مستقیم است، از این گپایش نگوین. فقط مشکلتان بگوین که مشکلتان در کجا هست تا که بتانیم که یک رای حل در این زمینه پیدا بکنیم. خب به ارتباط مادر که گفتیم که اینا از روزگار زیاد شکایت داشتن و گفتن که 5 تا یتیم دارن و وضعیت زندگیشان بسیار خراب است، شوهرشان هم شهید شده. من یک موضوع برازی خوار باید بگویم که خوار گل هر کس ما و شما پیش خداوند اینه تو که نشان انگشت یک انسان یک شکل نیست و تغییر داره، هر انسان فقط و فقط خودش است. همین انسانایی که همه قدر انسانایی که در روی کره زمین آمدن و رفتن فقط یک انگشتشان یک شکل نیست، پس هر انسان خودش است، روزیشان پیش خداوند حواله است. یک شاعر میگه اگر بر توکل گر شود پیروزیت، حق دهد مانند مرغان روزیت. و شما هم خوارگل ای را امی حالت شما را خداوند هم میبینه، یعنی ایج وقت فکر نکنین که خداوند ای حالت شما را نمیبینه، همه چیز خداوند دانا و بینا هست، ولی در جنبش ای حکمت انسان تا بالا کشف نکرده که حکمت ازی در کجاست. در قعر دریا تومه هزارها هزار نیانگ میته، ولی یک مرچگه که را پشت یک دانه نان سرگردان میگردانه، پشت یک ذره نانه. خب هی همه از حکمت خالی نیست، ولی یکان موضوعی که بین انسان پیدا میشه، انسان یکان حالتهایی که بالا انسان میه، فقط خود رهنمایی قرآن کتاب ما شما قرآن است و بهترین رهنما بر انسانها قرآن است. اما قرآن ما شما را به چی چیز دعوت کرده؟ به صبر و نماز. یکان آلت ها میه بسیاری کسا را بار بکنید که یعنی شما داستان تانه قصه کردین، ولی بار بکنید که من چیزهای را از مردم شدیم که از شما کده به مراتب بدتر بوده، ولی آره بهترین یک زندگی را دارن، ولی او روزایشم تیر شد ای روزایشم. در هر آلت انسان در امتحان است، چی در غربت، چی در پولداری، چی در یک هر آلت انسان ای دنیا دارالامتحان است. انسان کوشش بکنه که فقط و فقط ناامید نشین و به زندگی ادامه بدین و امیدوار به ای باشین که زندگیتان حتما تغییر میکنه.
دوست عزیز یک وقفه کوتاه داریم، بعد از وقفه بعدم خدمت شما حاضر میشیم. با شما هستیم دوست عزیز و تماس که یک خواهر ما موفق شد که تماس بگیریم، گرچه دیگه تماس ما قطع شد. خواهر گفتن که شوهرشان گفتن مرا عربستان روان کرد و خودش اینجا با یک دختر دیگه نامزاد شد و بعدا نامزادیشان فسخ شد و اونا را گفت رها کردن، گفت من اش را اولادم دارم. خب به هر صورت گفت خودشان همیشه گفت در آغاز غریبیشان همه چیزشان همه سپری کردم، ولی حال که پولدار شدن گفت همه چیز فراموش کردن، گفت همیشه در عشون نوش خود هستن، ساز و ساتری است و از طرف دیگه مهمتر از همه که خانه که از خود از اینا بود حق یک خانم است، اونا رو کس دیگه غصب کرده. ببینین در قانون اگر یک کس مقروض می باشه جایدادش وقتی که میگیره قانون هم اگر از دولت قصدار باشه از کس دیگه، فقط و فقط غصب همون جایدادهایشان میکنه که به نام خود شخص باشه. وقتی که از خود شخص نباشه دیگه این حق کس نداره که جایداد یک کس را غصب بکنه. یک تماس هم میگیریم به عنوان آخرین تماس. خواهر بفرمایید. بله سلام علیکم. سلام، خوب هستین؟ بخیر هستین؟ بفرمایید. تشکر، زنده باشین. دکتر صاحب من یک مشکل داشتم، پسرش که من نامزد بودم و نامزد من فرض کردم فامیل از ما از من دقیقه داره که من باید تسته و بگیرم. چی کنن گفتین فامیلشان چی میخواه؟ فامیلشان میخواه که من امرای ایوارم ازدواج کنم. اما من ایوار چرا؟ دوست ندارم. نامزدتان فوت کرده؟ بله. خب و از من تقدم داره که من باید تسته امرای ایوار خود او را بگیرم. خواه. اما من او را بگیرم نمیخواهم او را بگیرم. فامیل شما چی میگن؟ اما دکتر من خوش ندارم که او را بگیرم، چون که یک بچه دوستم داره دکتر سا و من او را دوست دارم. نمیخوام دکتر سا که امروی زی باشم. وقتی بچه از دور جمع را دوستم داره، وقتی که را میم که پس فامیل در همون که پشت ما بیایم اومه یک فامیل ما از وقت تو را اقسم قبول کرده نمیتونه، چون میگه من تو را از دل جان دوست دارم، میخوایم تا خورین عمره امرت میباشیم از وقت ایلیت نمیتون، اما ایچی امکان نداره فامیلیم نمیخواید. من برش گفتم که پس تو یک دفعه امره فامیلت گردی قبول کرد؟ قبول میکنم. میگه درست از امره فامیل خود گرم میزم، چون که من اوقت فامیل خود هم نشناسم، یه گه تو بایید میشه قبول نمیکنه. اما در ایران موندیم چی کنم؟ من اوکشت ای را دوست دارم، من ای را میفهم که من را دوست دارم. من فهم چی کنم؟ خب خب تشکر از شما، خداحافظتان. چون وقت برنامه کم است بر حتما جواب مرسیم حتما. خداحافظتان. خب بازم به ارتباط او خواهره که قبلا با ما به تماس شدن و گفتن که خانهشان را غصب کردن، ای گفتم که حق نداره. یکی خب مسئله زور است که یگان تو فقط زور میگه، ولی بازم ما در یک جامعه انسانی زندگی میکنیم. اینجا خب جنگل نیست که هر کس هر کار بخواد هم کار بکنه. خب شاید در کوتاه مدت یک کس یک کار بکنه، ولی باور بکنید که اگر یک کس در چنگ قانون بفته باز برش معلوم میشه که ما دمی دولت خود قانون مقررات همه چیز داریم، ولی که تا سایه تطبیقش کمتر است او مسئله جدا است، ولی باز هم داریم و این مربوط شما میشه که از این حقتان دفاع میکنین یا خیر. ولی مسئله دیگه که شوهرتان هم تو این حالت داره، یک مشوره که من برتان بتم خواهر، وقتی که گپا به این سبه رسیده اگان تاره بعض کسا هست که در امی بعضها پایین و بالا و بعضها تغییرات در جامعه محمد کسی که اصلا و قدر پول اصلا در تصورشان نمیمد ولی پیدا کردن ولی دفتن رو ردس دادن، ولی من نمیفهم تا چی اندازه نه حلال بود حرام بود هر چیزی که بود، ولی بر صورتش یگان تا خدا گم کردن و باز همه چیز خود ردس دادن. حالا شوهر شما وقتی که در این حالت هست، در این تنشن اگر باشن که پول خدا مدس داده باشن و در جنبش خب یک کس خوب بسیار گپ خوب شد که نامزادشان همه مسائل فهمیدن اینا رو رها کردن، این بسیار گپ خوب شد. این جادوی گپا رو کنار بگذارین، خب آو
های شما یا همو حالت که شما زندگی چانه که گفتین که در او حالت در چی حالت قرار داشت ولی شما اونا را قبول کرده، ولی با آن هم یگان تار خداوند می دنیا می یگان چیزا را برشان نشان میتن، ولی بسیاری کسا نمی فهمن. ولی بر صورتش شما کوشش بکنین که اگر اونا اینقدر به این شکل شدن شما تا یک اندازی تغییر بکنین. اگر حالتشان قسم است که قزارم شدن، همه چیز خود دستم دادن و یکان پرابلم های دیگه هم دارن، کوشش بکنین در همچه حالت شما امی گذشته ها را تا یک اندازه کنار بگذارین و آل کتیشان یک غمشریکی کتیشان بکنین، ولو کنا شما را نمیخواین، خیر فرق نمیکنه، خوبی انسان هیچ وقت گم نمیشه. برش کوشش بکنین که در امی وقت اطورم که سر زخمشان هم شما هم دیگه نمک پاشنتین و همین شکل که خانه شما رو اونا غصب کردن به این معنی است که اونا شوهرتان حالت مالیش به هیچ عنوان خوب نیست. ولی یک رای اگر شما هم ای گپار دامن زده برین و اونا هم فکر بکنن که خانم اومد است مرفت اولاده هم و زندگی و گپا، اونا هم آسی و آسی تر شدن میرن. در همچه حالات وقتی که یک احساس بکنه یک مرد که یک کس خانمش در پشت است، باز بار بکنه که این شامت شما را به هیچ عنوان اونا فراموش نمی کنن. کوشش بکنین که کتش خوبی بکنین، گذشته ها را بیخیچ اصلا به یاد نبیارین، از این حالت کتش یکان دارم کمک و معاونت بکنین تا که از این حالت برایه. و اون مسائلش هم من پیشتر براتون گفتم که مربوط خود شما میشه، ولی هی حق غضب ندارن. خواهر کمیل از بر ما زنگ زد، گفتن که نامزادشان فوت کردن، خداوند بیامرزشان، و گفتن که حالا مرا میخوای برای بارم بگیرین که من خوش نیستم. خب این مسئله هست که شما وقتی که خوش نباشین به هیچ عنوان هیچ کس چیز کرده نمیتونه. شما این صلاحیت دارین که آیا میخواین نمیخواین. در نکاح فقط ایجاب و قبول شرط است که شما باید قبول داشته باشین، پسر باید قبول داشته باشه. وقتی که نداشته باشین اصلا نکاحی درست است. ولی آمدیم سر مسئله دیگه که گفتین که من یک پسر دیگر را دوست دارم. ببینین شما بالای از اونا بسیار زیاد اعتمادم دارین، گفتین که من مطمئن هستم که حتما اونا هم واقعا مرا دوست داره. ولی من امی دوستی از اینا را بر مبنای یک شک ببینیم. چرا؟ ببینین اونا پسر هستن. یک پسر به هر شکل جامعه ما خب برای ما شما معلوم هست، یک دختر نمیتونه، می امکانات یک دختر نداره. برای یک دختر بسیار مشکل است که مثلا بگویه که من این کار باید حتما میکنم. می جای عرف و عنانات در جامعه افغانستان را خب بر همگان معلوم است. ولی پسرها خب این آزادی را دارن بر شکل که شوه. یک کس به این اندازه یک دختر دوست داشته باشه، او پسرم آزاد باشه و تمام مسائل، او به هر شکل که شوه خانواده خود را باید قناعت بده و اونا. حالا من نفهمی که مشکل شما چی است. خب شما نامزد شده بودین، نامزدتان فوت کرده و فعلا آزاد هستین و این صلاحیت به دست خود شماست که با ایورتان ازدواج میکنین یا نمیکنین یا با کس دیگه ازدواج میکنین. با این پسر صلاحیت شما دارین، ولی راه و طریقش باید شما بفهمین. اولی که پسر اگر واقعا شما رو دوست داره، شما خدای نخواسته هیچ گونه حیبه ندارین، کدام مشکلی نیست، خب فقط نامزاد شده بدین. ای بانجوی های بعضن کسا هست، بار بکنین که دخترها بسیار دل پاک دارن، ولی بعضن از پسرها هست که ادمی دل پاک یک دختر جوان، ادمی احساسات پاک یک دختر جوان سوء استفاده میکنن و همین امر باعث از این میشه که همو بعض دخترها فریب بخورن. کوشش بکنین فریب کسا نکنین. وقتی که میبینین همین دوستی به چی معناست، وقتی که تو خودتان به او اندازه خود اونا رو دوست دارین، اونا هم شما رو دوست دارن، خب صلاحیت در بین شما دو تا کی دارن؟ خب صلاحیت خود پسر زیاد دارن، خب کل صلاحیت در جامعه مردسالار است. خب اینجا صلاحیت امو بچه داره که به هر شکل که میشه خانواده خود را باید که باید راضی بسازه که به خواستگاری شما اقدام بکنن. پس این کار که نمیکنن به خانواده به هیچ وجه حاضر نمیشه. یعنی چی؟ خب همین موضوع دوست داشتن زیر سوال میره. پس به او خاطر وقتی که اونا نمیخواین همین دوستی هیچ معنا و مفهوم نداره. مسئله اول این که شما مثلا نمیخواین با ایورتون عروسی بکنین، میتونین که بسیار ساده اونا رو جواب بدین و تشکر بکنین برشون و بگین که من با از اونا ازدواج نمیکنم. این صلاحیت دارین، خانواده تانم امی حق بر شما داده، گپ بسیار خوب است. ولی مسئله دومش بسیار دقیق باشین.
کسی نباشه که با زندگی شما بازی بکنه. و ما همیال از دل شما به اصطلاح بگم میایم که چقدر برای یک دختر بسیار مشکل است که مثلا با چی یک با کسی شما نامزد شدیم و نامزدتان عدس دادین و گپا برای شما واقعا مشکل است، ولی برداشتش قدر مشکل زیاد هم نیست که تو فکر بکنین که در زندگی آینده تان براتون مشکل ایجاد بکنه، ولی دقیق باشین. فریب کستانتا و مهم اساسی است که اگر او پسر میخواد که واقعا دوست داره، حتما حتما خانواده خود را باید قناعت بده و به خواستگاری شما اقدام بکنه. وقت برنامه ما دوستان عزیز تمام شد. ناگزیر هستیم که با شما عزیزان خداحافظی بکنیم تا تقدیم برنامه آینده. تمام شما عزیزان را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. علایار و نگهدار همه‌تان. We'll be right back.